اسم و فامیلتون رو فهمید؟ منصور ناصری. چند سالتونه؟ بنده هر شاید که یه چیز جالبی بگم، سنم به قیافم نمیخوره، کمتر نشون میده. سنتون کمتر نشون میده یا قیافتون؟ قیافم کمتر نشون میده از سنم، بالاخره چند یعنی سنم کمتر نشون میده. ببخشید، بالاخره چند سالتونه؟ مثلا چند سال بهم میخوره؟ 16 سال حدودا. تقریبا در همین حدود است. شما خوبین؟ خیلی ممنون. شغلتون چیه اصلا؟ شغلم؟ بله. من بازیگرم، یعنی آپاراتچی هستم. 28 ساله من آپاراتچی هستم، بیشترم فیلم های هندی. 28 ساله که آپاراتچی هست؟ بله. سنتون داره در میاد کم کم. چجور فیلم هایی رو بیشتر دوست دارین شما؟ فیلم های مثل مرد دیوانه، مثل عرض شود که بیشتر تو مایه هندی باشه. یه آسانسور داره میره بالا، شما توش گیر کردی، چیکار میکنی؟ جز فیلمی؟ بله. داخل سونه بین بالا دی دی بین دی 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 بنا دا سی ساخل سونه بین بالا. میرم بالا. اینو که میری میگید آسانسور میره بالا؟ آره دیگه. مثلا چی بگید میاد پایین آسانسور؟ او بیا بیا میاد پایین. اصلا خودش خود به خود، خود به خود بعدش میاد پایین. چه نقشی دوست دارید بازی کنید شما؟ چه نقش هایی دوست دارید بازی کنید؟ نقش؟ نه، حس بگیرم. اجازه بدیم حس بگیرم. وظیفه یا پسرم؟ نه، حتما وظیفه. مثلا افتاد زمین. کی مثلا افتاد؟ پسرم. پسرت؟ آه، پسرم، تو رو دوست داشتم، ولی وظیفه رو بیشتر. تماس میگیریم ما. بله، شماره موبایل. البته ما رو دوستمه. همه چی هست؟ گاهی وقتا باتری نمیده ها. همه چی هست؟ ولی دوباره زنگ بزن. آنتن نمیده. بله. همه چی هست؟ بله. قربون شما. خیلی متشکرم. بله، تموم شد. قبول شدن؟ بله بله. با اجازت. سلام بینندگان عزیز، با یکی دیگر از سری گزارشامون در خدمتتون هستیم. با هم به سطح شهر میایم تا نظر شما رو در مورد موضوع امشب برنامه‌مون بپرسیم. سلام قربان. علیک، چاکر قربون. موضوع برنامه امشب ما بیکاریه، میخواستیم نظر شما رو بدونیم. چه جالب، موضوع خودتون رو پیاده کردید. این بیکاری خودتونید دیگه. خودتون بیکاری؟ یعنی ما بیکاریم؟ دقیقاً. یک ادعی رو به هم میدید، دنبال خودتون راه میدید، در سطح شهر موضوع تهیه کن. آخ، دمتون گرم با این موضوعتون. موضوع بیکاری یعنی خودشون. سلام. سلام. خودش کو؟ نیستش، رفته. موضوع این برنامه هم بیکاریه. بیکاری؟ برای چی؟ بیکاری حتما که از این سوال هم میپرسی دیگه. خب بالاخره دیگه. بالاخره دیگه جواب حرف من نشد. بیکاری دیگه این سوال رو تر میکنی دیگه. خب حالا شما اگه نظری داریم بفرمایید. نظر؟ چه نظری میتونم در مورد بیکاری بدم؟ بیکاری بیکاریه دیگه. خب بیکاری از این سوال تر میکنی؟ نه خب کارم همینه. هی نرو بیا باش حرفمو بزنم. پس بیکار نیستی؟ نه خیر. نه خیر؟ خب دیگه بحث نکن با من دیگه.
حتما بیکاری که اینجوری داری سوال میکنی، اینجوری سوال تر میکنی. مثل که این بحث ما به نتیجه نمیرسه. ها؟ تو یه ذره میخوای با من بحث بکنی؟ تو مال این حرفایی آخه؟ این مال این حرفا هست؟ گروه؟ برا خودش جرأت نمیکنه بیاد یا اینو فرستاده. برا دیگه تو هم سلام. سلام. این چیه؟ خوبین؟ شما خوبی؟ خیلی ممنون. موضوع یکی دیگه کجا؟ اون رفتش بعد حالا دوباره برمیگرده. موضوع برنامه امشب ما بیکاریه. نگو. چرا؟ آخه بیکار که نمیشه. چرا نمیشه؟ آخه بیکاری که کار نیست. نگو. پس چیه؟ هیچی. شما داری از هیچی گزارش میگیری. یعنی شما برای برنامه گزارش امشب ما مطلبی نداریم بگیم؟ چرا دارم ولی به تو نمیگم، ناز میارم. الکی باتری مصرف نکن، نمیگم. خیلی ممنون، مرسی. چطوری شما؟ تو هنو اخراج نشدی؟ سلام علیکم. سلام، حالتون خوبه؟ خوب هستین خانم؟ تو خوبم بچه خوب هستم. سلام برسید. سلام، حالتون خوبه؟ خوب هستین خانم؟ تو خوبم بچه خوب هستم. سلام برسید. ما هم بزرگ، ما هم بزرگ. خیلی ممنون. سلام برسید. بچه‌ها عمه عمو زرمو خوبه؟ سلام برسید. بچه‌هاشو خوبه؟ سلام برسید. خاله خوبه؟ سلام برسید. بچه‌ها موضوع برنامه امشب ما بیکار و بیکاریه. چه جالبه. تو واقعا منم الان دارم میرم مجلس بیکار دوونه پسرم. خب مبارک باشه. ممنون، سلامت باشید. آقا تفنی این پسر نه اینکه اینقدر دنبال کار اینور اونور دویده بود، این عمم دیدش این بچه شده پوست و استخون، هیچی ازش نمونده. گفت نکنه یه وقت از قصد بمیره طفلی. این بود که زودتر واسه یه مجلس بیکار دومون برگزار کردن دیگه. بله، اون وقت نظر خودتون چیه در این رابطه؟ والا خب خیلی بده، بیکاری خیلی بده. همینجور آدم لخت و سنگین یه گوشه میفته فایده نداره که، بده. بله، به نظر شما وقتی یه بیکار خوب بچه خصوصیتی داشته باشه؟ خب قانع باشه، آروم باشه، سنگین باشه، رنگین باشه، سربزیر باشه، بجوش باشه، متین باشه. دیگه ببخشید دیر میشه برم. بله، مجلس بیکار دومون میبخشید. سلام برسونید. خداحافظ. اسمتون؟ آقای محترم اسمتون؟ بیژن زمانیان. شغلتون؟ بیکار. یعنی شغلی نداری؟ نه اینکه شغلی نداشته باشم، بیکارم. آها، قبلا چه کار میکردین؟ قبلا هم بیکار بودم دیگه، یعنی اصلا شغلم بیکاریه. شما به من برمیخورن میگین که شغل نداشتی. یعنی همین کارو میکردین قبلا؟ خب اینم یه کاره دیگه، من بیکارم. هیچ کاری یعنی نمیکردین؟ ببینید من بیکارم، نه اینکه بیکار باشم. نه اینکه بیکار باشم، من بیکارم، یعنی شغلم بیکارم. خیلی خب، اون وقت این شغل خودتون انتخاب کردین یا آقای محترم با شما است؟ این شغل خودتون انتخاب کردین یا براتون انتخاب کردن؟ خب شغل شما مثلا توش خیلی دخالت میکنن، ولی خب من نه، من خودم شغل خودم انتخاب کردم. انتخابش کردم. از چه زمانی به بازیگری علاقمند شدین آقای محترم؟ از چه زمانی به بازیگری علاقمند شدین؟ از وقتی که احساس کردم که یه جورایی شغل بازیگری یه شباهتایی به شغل بیکاری داره. یعنی انگیزه واقعیتون همین بوده؟ نه خب، یه سری دستایی چیزم بود، سری دستایی نابابم بود که ما رو وادار کرد که بریم دنبال کار. دوستای ناباب؟ آره دیگه. ناباب برای چی؟ خب چون که گفتم برو سر کار دیگه، ما بیکار بودیم. خب این که بد نیست که، از بیکاری که بهتره که. البته خب هیچی از بیکاری بهتر نیست. یعنی بیکاری فقط. منتها خب آدم خوبه در کنار بیکاری یه تفریح هم داشته باشه، بد نیست. آها، پس به بازیگری به عنوان یک تفریح نگاه میکنید. مهم نیست، فقط میخوام بدونم. ببینید شما یه طوری میگین مثلا تفریح، الان من بهم بر میخوره. چجوری بگم تفریح؟ کلمه شما تفریح شما مثلا یه طوری میگین تفریح که من احساس میکنم شما اینجوری در مورد من فکر میکنید که من یه آدم عاطل و باطل و خیر. من هرگز اینجوری فکر نکردم. کار من خیلی هم اتفاقا تو کار بیکاریم خیلی هم پشت کار دارم. ببینید به هر جهت شما هر کاری هم که بکنید، وقتی میفرمایید که بیکار هستید آقای محترم، وقتی میفرمایید بیکار هستید، به هر حال یک ذهنیاتی توی مغز آدم شکل میگیره، یک پیش زمینه هایی به وجود میاد. بله. چیزه الان ما چیکار کنم؟ بیستید لطفا اگه اذیت نمیشید. بسیم.
وای. تصور کنید نامه‌ای به دست شما رسیده که از شما دعوت میکنه بالاترین پست یک شرکت رو بپذیرید. بازی کنید این موقعیت. بیستید لطفا. این موقعیت که عرض کردم رو بازی کنید. نامه میاد برای من؟ از اومدن نامه بازی کنید تا لحظه که بیستید لطفا. تا لحظه که میفهمید که یک پست مهم رو در شرکت مدیر عامل شدید مثلا. آره نامه برش میاد سر پا میاد. تو نمیتونی بشینی نامه برش بیاد. نامه متوجه نشدم دور ریز داشته این چیزی؟ پرش کردم رفتم دور دیگه. آقا یه طوری نوشته بود که انگار میخواد مثلا خربازه بخره و توهین شد. منم خوشم نیومد. از شما دعوت شده تا بالاترین پست یک شرکت رو به شما بدن، شما انداختینش دور؟ آقای محترم انداختینش دور همچین نامه ای رو؟ خب به من توهین شده بود. من احساس میکردم که الان مثلا فکر میکنه که من میخواد خربازه مثلا با ریاست یک شرکت آدم کوچیک میشه؟ نه کوچیک نمیشه، ولی من کار خودم رو دوست دارم. من احساس کردم که به من توهین شده. اون نامه چیزی که توش نوشته شده بود، عرض کردم از شما تقاضا کردن که لطف کنید این شغل رو بپذیرید. حالا من نپذیرفتم. من احساس کردم که شغل خودم رو خیلی دوست دارم و میخوام همسر همین شغلم باشم. وضع درآمد و ایناتون چطور؟ از نظر مالی در مضیقه نیستین؟ نه. نه چیکار میکنید پس؟ بیکارم دیگه. آها از نظر مالی مشکلی نه. مشکل نه دیگه. از نظر مالی مشکل ندارم. فقط من تنها مشکلی که دارم اینه که آقا جون جامعه خودش رو با من وفق نمیده، منم لجشون رو برداشتم با اونا خودم رو وفق نمیدم. تمام شد رفت بیکارش. اصلا مشکلی نیست. شما فکر نکنید الان من مشکلی دارم. منم لج اونا رو برداشتم. منم چی؟ اونا خودشون رو وفق نمیدن، منم با اونا خودم رو وفق نمیدم. حالا ببینیم کی برنده میشه این وسط. حالا ببینیم. بله شما زنده یا ما هم زنده، میبینیم کی برنده میشه. بله. شما تلفن تماستون همینه؟ آره اون تلفن همراه داداشمه. بعد یادم رفت چیزه تلفن همراه داداشمه. بعد فشار منم همراه داداشم هم همیشه. من فشار شما به تلفن همراه داداشم زنگ بزنید. چشم. منم همراه داداشم هم با شما صحبت. همراه داداشم چشم. خدمتتون تمام. خدمت داداشت همراهتون تماس میگیرم. همراه داداشتون تماس میگیرم. عرض کنم. خواهش میکنم. خیلی ممنونم. بفرمایید تمام شد. من برم. بله بله. وای خدا کینم راه بره. وای. یه لحظه است دیگه یه جوری سختی داره میدونم. وای. خود به هر حال.